محمد علی الحکیم نماینده عراق در سازمان ملل گفت سازمان های غیر دولتی عربستان زیر پوشش کمک به کودکان شهر فلوجه هزینه های روسیه روسی داعش در عراق را تأمین می وی که در جلسه شورای امنیت سازمان ملل در مورد اوضاع عراق سخن میگفت افزود وزارت خارجه عراق از ریاض خواسته تا در خصوص اعلام رسمی خود مبنی بر وجود سازمان های دینی و اجتماعی فعال در عربستان که تحت پوشش کمک به کودکان فلوجه اموالی برای تروریست های داعش فرستادهاند توضیح دهد ده حکیم در ادامه سخنان خود گفت عراق از کشورهای جهان میخواهد تا به محتوای قطنامه های شورای امنیت در نبرد با داعش عمل کنند و از سرازیر شدن تروریست های بیگانه از یکصد کشور جهان به عراق و سوریه جلوگیری کنند وی به نمایندگی از سوی دولت عراق خاطر نشان کرد قدنامه های شورای امنیت برای کشورهای جهان الزام آور است و باید به طور قاطع و دقیق و بدون استثناء به اجرا درآیند و به همین دلیل دولت عراق از کشورهای جهان میخواهد تا به نقش قانونی و اخلاقی خود برای محدود کردن توان داعش و قطع منابع مالی آنها عمل کنند وی ادامه داد دولت عراق از کشورهای جهان و به ویژه کشورهای منطقه میخواهد تا حامیان داعش را تحت پیگرد و مجازات قرار دهند.